پرواز پرچم ملی، روز شادی و نشاط کودکان، جوانان و تمام مردم سربلند تاجیکستان است. 24 نوامبر سال 1992، اجلاسیه 16 تقدیرساز عالی جمهوری تاجیکستان در قصر ارباب، قانون جمهوری تاجیکستان درباره تصدیق نظامنامه پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان را قبول کرد و با همین در تاریخ نوین پرچمداری تاجیکان صحیفه نو آغاز شد. همسال سنه 24 نوامبر، مردم سربلند دیار در فضای دوستی، ثبات و همبستگی جشن پرچم ملی را تجلیل می نمایند. همسال سنه 24 نوامبر در سرتاسر کشور روز پرچم ملی با شکوه و شهامت خاصه تجلیل می گردد. پرچم ملی نشانی از تاریخ چندین هزار ساله خلق تاجیک بوده، یکی از رمزهای مقدس دولت صاحب استقلالمان محسوب می شود. طبق معلومات سرچشمه ها، قوم های آریایی هنوز از دوره های باستان آیین پرچم سازی و پرچم داری را گرامی می داشتند. زیرا پرچم همچون رمز وحدت و یگانگی، همدلی و همدیگر فهمی و اتحاد خلق و ملت های گوناگون و نبرد و مبارزه های آنها بهر استقلال و آزادی شناخته می شود. در پرچم هر دولت نشانه های مهم و ارزشمند فرهنگ هر ملت و راه تاریخی طی کرده او تجسم می یابند. هنوز از زمان های قدیم در روی پرچم ما رنگ و رمز های مختلف تصویر کرده می شد که آنها افادگر ملت مبارز و توانا و خودآگاه و خوششناس بودن تاجیکان بودند. در زمان کوروش کبیر تصویر عقاب در پرچم نشانه قدرت و توانایی دانسته می شد و هنوز از آن زمان ها پرچم رمز یک دولت نیرومند و استوار به حساب می رفت. لیبای کاوه آهنگر نشان واضح متانت و جسارت و جانساری های خلق تاجیک ارزیابی می گردد. جمهوری تاجیکستان 9 سپتامبر سال 1991 استقلالیت دولتی خود را اعلان نمود و بعد 5 ماه همچون جمهوری مستقل عضو کامل حقوقی سازمان ملل متحد گردید. عضویت به سازمان ملل متحد در حال صورت گرفت که پرچم نو جمهوری تهیه و تصدیق خود را نیافته بود. پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان رمز استقلالیت دولتی، اتحاد ویرانه شونده کارگران، دهقانان، زیایان، دوستی و برادری همه خلق‌های مسکون جمهوری می باشد. به این جهت باید عرض گذاشت که در طول زیاده از 70 سال موجودیت تاجیکستان همچون جمهوری، بار اول پرچم دولتی همچون رمز استقلالیت دولتی توضیح داده می شود و یا اولین مرتبه کلمه استقلالیت در شهر پرچم تصویر کرده شد. تا این دم پرچم های قبلی همچون رمز فرخوانندگی دولتداری را افاده می کردند که تاجیکستان را همچون جمهوری تابع از 14 جمهوری اتفاق در فرقیت قرار میداد. پرچم نو باشد اکنون تاجیکستان را نه دولت تابع بلکه همچون جمهوری مستقل در میان زیاده از 200 دولت دنیا معرفی می نماید. نیاگان ما طول هزار ساله ها زیر لیوای خیش صف کشیده، وطن و ملت، ناموس و آزادی، زبان و فرهنگ و مرز و بوم اجدادی را حمایه کردند. پرچم دولتی ما بیانگر موجودیت ملت صاحب دولتی تاجیک، اتحاد و سرجمعی آن می باشد. رنگ های پرچم باشد بیانگر مبارزه و جانساری های خلق تاجیک برای آزادی و استقلال، بخت و سعادت ابدی و سرسبزی و شکوفایی همیشگی کشور همیشه بهاری ما می باشند. تصویر تاج و هفت اختر در بالای پرچم اشاره به ریشه های تاریخی دولتداری تاجیکان صاحب استقلال می باشد. باید قید کرد که هر یک دولت صاحب اختیار دارای رمزهای به خود خاص می باشد، از جمله جمهوری تاجیکستان. در کمیسیون جمهوری تاجیکستان در ماده 3 مقرر شده است که رمزهای دولتی نشان، پرچم و سرود ملی می باشد. پرچم در برابر نشان و سرود ملی برای هر یک شهروندان تاجیکستان عزیز و مقدس دانسته می شود. احترام کردن پرچم ملی وظیفه هر یک ساکن وطن می باشد، چون که احترام کردن نسبت به پرچم ملی، این احترام گذاشتن نسبت به وطن و دولت خود افاده می گردد. بگذار پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان ابداً بالای سر ملت و دولت تاجیکستان جاویدان پرافشان باشد. پرچم یکی از مقدسات ملی ماست که در نزد آن از سرور دولت و سرباز عادی سوگند صداقت و وفاداری یاد می کنند.
پرچم همچون رمز دولت و افتخار دستاورد و پیروزی های فرزندان فرزانه ملت در میدان های ورزشی برابر صدا دادن سرود ملی برافراخته می شود. باعث افتخار و سرفرازی است که امروز در پیشگاه بنای سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های با نفوذ جهانی پرچم تاجیکستان پرافشانی می کند. اگر امروز قانونگذاری کشور را ما تحلیل نماییم، موافق کنسه جمهوری تاجیکستان، موافق قانون جمهوری تاجیکستان در باره رمزهای دولتی، پرچم دولتی همچون رمز دولت اعتراف شده است. در برابری آن، در کدکس حقوق ایرانکنی ماموری، کدکس جنایتی، تحقیر نمودن رمز دولتی از جمله پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان همچون حقوق ایرانکنی ماموری یا جنایتی اعتراف کرده می شود. یعنی امروز هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان باید به پرچم کشور احترام گذارد و در روز خرسندی از آن استفاده برد، چون که ما موافق قانون جمهوری تاجیکستان در باره رمزهای دولتی پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان همچون حسی وطنداری و وطندوستی از جانب شهروندان جمهوری تاجیکستان آزادانه استفاده میگردد و ما و شما نیز شاهدی آن هستیم که در روزهای تجلیل ایدهای دولتی هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان حقوق دارد استراحت نماید، در باغ و گلگشت ها سفر کند و پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان را در بالای بنای خانه خود یا اینکه هنگامی رفتن به واسطه نقلیات در واسطه نقلیات خود نصب سازد، اینچنین هنگامی گشت و گذار کردن در باغ و گلگشت ها در دست خود گرفته استفاده برد. یعنی امروز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان رمزی اتحاد، صلح و ثبات و معرف کننده تاجیکستان همچون دولت صاحب اختیار و دموکراتی در سطح بین الملل می باشد. برافراخته شدن پرچم دولتی در مرکز ولایت ها و شهر و ناحیه های مملکت از تحکیم یافتن هویت ملی، ارج‌گذاری بر رمز ها و ارزش های ملی و آیین و سنت های دولتداری خلقمان در گوشه و کنارهای گوناگون کشورمان گواهی می دهد. هر یک فرد کشور با احترام پرچم دولتی خود احساس وطنداری و وطندوستی، خودشناسی و خودآگاهی ملی و فرهنگساز و صاحب تمدن بودن خلق خویش را ثابت می کند، زیرا در آن روح نیاگان نیکنام، دلیری و متانت و آرزو و آمال مردم کهن بنیاد ما انعکاس شدند. واقعا پرچم در زمان صاحب استقلالی توانست که وحدت و یگانگی، حس بلند ملی، ننگ و ناموس وطنداری، انسان دوستی و فرهنگ سالاری و سعی و تلاش سازندگی مردم سربلند تاجیک را تجسم نماید و آرمان و آرزوهای دیرینه خلقمان را دوباره زنده گرداند. پرچم در طول تاریخ ملت تاجیک نقش مهم داشت. از این رو بزرگداشت پرچم دولتی ارج‌گذاری با تجربه دولتداری گذشته فارس تاجیک محسوب یافته، حمایه و قدردانی آن با کوشش هر یک فرد جامعه توأم می باشد. در برابر این باعث قید است که پرچم دولتی معرفگر ملت تاجیک در سطح بین الملل به حساب می رود. این از آن شهادت می دهد که پرچم ملی برای استوار گرداندن پایه دولت زمینه مساعد فراهم آورد، زیرا در برابر قبول آن ملت تاجیک توانست که دولت مستقل و صاحب استقلال را بنیاد نماید. طبق مقررات ماده 3 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان، رمزهای دولتی تاجیکستان، پرچم، نشان و سرود ملی است که هر کدام آنها در تربیه وطن‌دوستی و حس ملی نقش مهم و سازگار دارند. پرچم دولتی در ردیف دیگر رمزهای دولتی مقدس و شریف بوده، برابر نشان، سرود ملی و زبان دولتی برای هر یک شهروند تاجیکستانی صاحب استقلال باعث افتخار می باشد. بخصوص هنگام اجرای سرود ملی، ضمن بلند برداشتن پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در جشن و همایش های پرنفوذ و بلندپایه بین المللی و جمهوریوی، همچنین مورد غلبه ورزشکاران در مسابقه های بین المللی، خیلی هم غرور و حس ملی را بلند می بردارند، حتی تا اندازه ای که از چنین افتخارات در چشم ها اشک شادی حلقه می زند. پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان رمز استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به حساب می رود. پرچم جمهوری تاجیکستان 24 نوامبر سال 1990 پذیرفته شده است.
هم اکنون وضع حقوقی، ترتیب آماده سازی، اندازه و کاربرد رسمی پرچم را قانون جمهوری تاجیکستان درباره رمزهای دولتی جمهوری تاجیکستان از 12 می سال 2007 تحت رقم 254 مقرر میکند. پرچم رمز خاصه صاحب استقلالی، وطنداری، صاحب دولتی و هستی ملت بوده، هنوز از زمانهای قدیم نشان شکوه و افتخار و ننگ و ناموس بوده است. پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان چون رمز این کشور صاحب استقلال در مملکت و در دولت‌های دنیا پرافشان بوده، از موجودیت دولت صاحب استقلال، دموکراتی، حقوق بنیاد، دنیاوی و آزاد و یگانه درک می‌دهد. ارجگزاری به ارزش های ملی از جمله به پرچم دولتی، ارجگزاری به تمام ارزش های دیروز و امروز و فردای ملت است. جشن گرفتن روز پرچم دولتی به خاطر احترام و بزرگداشت قهرمانان ملت، به خاطر آنهایی که برای حمایه ننگ و ناموس و مرز و بوم این کشور جانساری نموده، زبان، فرهنگ و حقوق دولتداری این ملت کهن بنیاد را حفظ نموده، بگزن تا به زمان ما رسانیدن. یعنی این احترام به روح و روان کوروش کبیر و کاوه آهنگر، شیرک و دیوشتیج، اسماعیل سامانی و تیمور ملک، رودکی و فردوسی، مقنب و واسه و صدها و هزاران ابرمردان گذشته تاجیک است. این جشن هر فردی به ناموس کشورا بار دیگر با افتخار و سرفرازی از دولت و دولتداری، تحکیم استقلال ملی، حفظ دستاوردهای آن و سعی و تلاش همیشگی برای آبادی و آزادی کشور هدایت می سازد. محبت و صداقت به پرچم دولتی تاجیکستان افادگر حقیقی اعتقاد و احترام به ملت، دولت، سرزمین، تمدن و فرهنگ و تمام ارزش های ملی خلق تاجیک می باشد. پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در ردیف دو رمز نشان و سرود ملی تاجیکستان رمز است، یعنی رمزی دولتی است. با پرچم نوی دولتی آرزوهای نوی مردم تاجیک با وجود آمد. جشن پرچم از زمره جشنهایی می باشد که امروز سیمای تاجیکستانیان را همچون جمهوری مستقل با فرهنگ و صاحب تمدن بای در سطح بین الملل معرفی می نماید. تجربه گذشته خلق تاجیک از یک طرف باعث افتخار مردم تاجیک باشد، از طرف دیگر اساس هستی و پایداری این ملت صاحب تمدن است. پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان هنوز 24 نوامبر سال 1992 از جانب شورای عالی جمهوری تاجیکستان تصدیق گردیده بود. من بعد این سنه همچون جشن ملی اولین مراتبه 24 نوامبر سال 2009 با افتخار از دولت و دولتداری و صاحب استقلالی و صاحب اختیاری، یعنی بعد قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن ایلاوه به قانون جمهوری تاجیکستان درباره روزهای اید با شوکو روز پرچم جمهوری تاجیکستان 24 نوامبر جشن گرفته شد. پرچم دولتی ما نه تنها از لحاظ بزرگی بلکه انتخاب پرمضمون و فیلسوفانه رنگهای آن، نقش تاج و هفت اختر در محور آن، بازگویی از مملکت قدیم صاحب دولت و تاجدار بودن آن را نشان می دهد. تصویر تاج این نشانه از صاحب دولتی و مستقلیت کشور بوده، هفت ستاره یعنی هفت اقلیم، هفت ستاره برادران، هفت قبط آسمان و هفت روز را معنی داد می کند. عموما رقم هفت را مردم تاجیک ما عزیز می دانند. ما را می باید که از پرچم ملی افتخار داشته باشیم و احترام آن را همچون نشان دولتداری و جا آوریم. این چنین وظیفه داریم که قدر و منزلت و نقش اعتبار پرچم را برای جوانان و نورسان تلقین نماییم. پرچم دولتی تاجیکستان صاحب استقلال تحت سیاست پیشگرفته دولت و حکومت تاجیکستان با رهبری اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پرتافشانی نموده، همچون نشان از استقلال دولتی و ملی، خلق و ملت تاجیکستان را در عرصه بین المللی معرفی نمود. پرافشانی پرچم ملی در بلندی 165 متر در پایتخت کشور عزیزمون شهر دوشنبه باعث افتخار هر فرد وطن دوست مملکت گردید.
به شبهه قامت افراختن پرچم ملی با مجموعه بناهای معماری و فرهنگی به شهر دوشنبه حسن و زیبایی تازه بخشیده موضع جایگیر شوی آن را میدان پرچم نامگذاری نمودند. امروز ها پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان چون رمزی اساسی کشور صاحب استقلالمان در سراسر جمهوری و دیگر اقصای عالم پرافشانی می کند و از موجودیت دولت تازه استقلالی با نام جمهوری تاجیکستان به عالمیان پیغام می دهد. پرافشان پرچم ما زنده بادا و اوج بخت ما پاینده بادا. پرچم ننگ و نامی ما برای جسم و جانی ما نوروزی های چشم و دل پرچم کاویانی ما برگوشا 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 رنگی برن سبز و سفید و لاله رنگ تاج و ستاره ها خشن تاجی سرستی وطن